خوش اومدید به باشگاه با اراده ها. ماجرای اعضای با اراده باشگاه با اراده ها تا اونجای پیش رفت که پس از گذر از یک دوره موفقیت آمیز برای اکثر اعضا و کاهش وزن نسبی اونها، بخش های علمی و کارشناسی باشگاه وارد مرحله تازه ای شد و باشگاه با اراده ها دستورالعمل تازه و رژیم غذایی جدیدشون رو از آقای حسینی تحویل گرفتند. اتفاقی که به خاطر تحرک و تکاپوی خودجوش برای بچه های پرانگیزه باشگاه در مرحله گروهی تازه به یک موضوع حاشیه‌ای تبدیل شد و ورزش و ورجه ورجی این چهار تا جوان با اراده که با روزهای اولشون از زمین تا آسمون تفاوت پیدا کردن شد اصل ماجرای اون روز. اما تو همین مدتی که چهار تا عضو اصلی باشگاه مشغول سر و کله زدن با رژیم غذایی تازه‌شون و ورزش منظم و علمیشون هستند، کارشناسای باشگاه با اراده ها بیکار ننشستند و بخش مهمی از تمرکز و تخصص خودشون رو برای کمک به عضو تازه و کوچولی باشگاه اختصاص دادند. بله بله، همین ایشون عرض میکنم. آقا الیاس 8 ساله. الیاس جادی هستم و 8 سالمه دیگه. فوتبالیست هم خواهم بشم دیگه. آقا الیاس که در اولین قدم، یا بهتر بگم اولین قدم های کوهستانی در ارتفاعات توچال با اعضای باشگاه همراه شده بود، در یک ضیافت نهار، اونم به میزبانی پدر مادر محترم، مورد بررسی دقیق پیامخانه حسینی قرار گرفت و اشکالات و اشتباهات تغذیه این خانواده مثل موی که از ماست کشیده بشه برای کارشناس تغذیه باشگاه با اراده ها عیان شد. همین شد که آقای جابری، پدر آقا الیاس، هم کمر همت رو برای کمک به یه دونه پسر توپلش محکم محکم کرد و به توصیه کارشناسای باشگاه بخشی از وقت روزانش رو برای ورزش کردن، یا بهتر بگیم به ورزش وادار کردن الیاس، اختصاص داد. یک قاعده مهم در تصمیمات ورزشی کارشناسای باشگاه با اراده ها وجود داره که حسابی هم روش اصرار دارن. اونم اینه که برای افراد چاق ورزش کردن باید جذابیت داشته باشه. نمونش هم که یادتون هست، روزی که همه اعضای باشگاه با اراده ها گلوله های رنگی پینت بال رو به جون خریدن تا هم حسابی تفریح کنند و هم کلی کالری بسوزونن. اما در مورد یه بچه 7-8 ساله ماجرا فرق میکنه. بررسی های کارشناسای باشگاه اونها رو به سمت و سوی یک کودک 7 ساله کشوند که اتفاقا مشکل اضافه وزن داره، یا بهتره بگیم داشته، ولی الان با شروع ورزش دلنشین سوارکاری ماجرا در مورد آقا سهند کاملا فرق کرده. این سوارکار کوچیک علاوه بر اینکه تونسته یه راه خوب برای کالری سوزوندن و غلبه بر چربی و وزن اضافهش پیدا کنه، چنان علاقه‌ای به این ورزش پیدا کرده که شاید بشه آینده جالبی رو در رشته سوارکاری براش ترسیم کرد. امروز قراره که آقا سهند و آقا الیاس و البته پدرانشون با هم آشنا بشن. ضمن اینکه باشگاه با اراده ها رو امروز یک مربی با تجربه سوارکاری، یعنی خانم واعظی، همراهی میکنه. سن امروز الیاس آوردم. اون مشکلی که تو داشتی قبلا، یه ذره همچین اضافه وزنی توپل بودی، اومدیم که الیاس هم بیاریم پیش تو، یه ذره راهنماییش کنی، با هم دیگه کار کنی، از سواری کنی، یه ذره اینم یاد بگیره مثل تو، یه ذره فعالیت رو ببره بالا. باشه، با هم دیگه پس دود شدیم دیگه. آفرین. خب الیاس برو اسفره ناز کن. الیاس برو اسفره ناز کن، دست بزن اسفره نازش کن. خانم وایزی. بله. آقای جابری امروز اومدن خدمت شما، گفتن که بین صحبتی با هم دیگه داشتیم، گفتم که میتونه الیاس از شما کمک بگیره تو این زمینه. بله. چون میدونم که سهندم مشکلش مثل الیاس بودش. بله. و از این لحاظ گفتم که بهتری کسی که میتونه کمک کنه تو این زمینه شمایی. خواهش میکنم. سوارکاری علاوه بر تمام جنبه های خوبی که داره، بله، به لحاظ روحی روانی برای بچه ها و آدم بزرگ ها فرقی نمی کنه، تو زمینه انرژی سوزی و چربی سوزی خیلی خیلی مفید هست برای انسان. و اینجور مطالعات اینجوری نشون داده که در گام قدم، در زمان مدت زمان 45 دقیقه 600 کالوری سوارکار انرژی از دست میده، آزاد میکنه. و حالا توی یورتمه
که مقدار گام تندتری هست نسبت به قدم، دو برابر این میزانه و وقتی چهار نل میره اصلا چهار برابر این میزانه. حالا کسی که وزن سوارکاری رو به عنوان یک ورزش حرفه‌ای انتخاب میکنه، پرش میکنه، مسابقات اسبانی، چوگان یا هر رشته دیگه، خیلی دوست داره. ان شاءالله بتونیم. که ما توصیه میکنیم به دوستان. ان شاءالله بتونیم. الیاس بیاریم. خانم بازی کاری میتونیم بکنیم. اکثر خانواده ها این تصور رو دارن که فکر میکنن مثلا برفرض این ورزش سوارکاری برای بچه‌ها، حالا اونایی که حالا نمیگیم مشکل اضافه وزن دارن، یه مقدار پرخرجه واقعا همینجوری، چون موجودیت اسبه و تجهیزاتش، سوارکاری چون موجودیت اسبه و تجهیزاتش مقدار هزینه‌اش بالا هست و هزینه زیادی رو به باشگاه تحمیل میکنه، یه مقدار آره، ولی فکر نمی‌کنم به نسبت ورزش‌های دیگه خیلی هزینه‌اش بالا باشه. و برای همه تقریبا میشه گفت یه جورایی امکان و باشگاه‌های مختلف چه به صورت خصوصی چه به صورت دولتی الان در خدمت مردم هستن و شما بیش از 70 تا باشگاه در استان تهرانه میتونید انتخاب کنید باشگاهی رو که به هزینه‌هایی که می‌خواید بکنید بخوره و انتخاب کنید تشریف ببرید. به هر حال اسب همون موجودیت هست و تمام مربیه که توی باشگاه هستن مورد تایید فدراسیون سوارکاری هستن و به یک نوع دارن تدریس میکنن و حتما بسته به میزانی که شما میخواین هزینه بکنیم میتونیم باشگاهتون رو انتخاب کنیم این ورزش رو انجام بدیم. جان باقری، سهند رو میدونم تا حدودی مشکل داشت، مشکل اضافه وزن داشت و اون تصمیمی که حالا شما گرفتی این بودش که سهند بیاد ورزش سوارکاری انتخاب بکنه که میزانی از فعالیت بدنیش اضافه بشه. درست. به نظر شما سهند چقدر تغییر کرده وقتی که رفته سوارکاری شروع کرده؟ در این سه ماهی که دارن تقریبا میان یه 3 کیلو از وزنشون کم شده. درسته. هم وزنشون کم شده. ولی چیزی رژیمی نگرفته، یعنی مثلا اینکه بخواد محدودیتی برای وعده‌های غذاییش باشه یا رژیم خاصی بگیره نداشته. نه، رژیمش در این حد بوده که بعضی از این اقلامی که ضرر دارن پرکالوریه، اما اجازه نمیدیم از اونا بخوره، مثلا چیپس و پفک و نوشابه. درسته. و سوسیس و کالباس و از این موارد دیگه از وعده غذاییش حذف کردیم، ولی همون حجم غذایی که میخوره اونو میخوره، چون دیگه نمیتونیم ما جلوشو بگیریم، بچه هست دیگه، تا سیر نشه بگی نخور گریه میکنه. خب ما تا اون حدی که میخور اصلا توی این سن مناسبم نیست که برای یه بچه که توی سن روش هستش بخواد یه رژیم غذایی بگیره، محدودیت بدنش وارد بکنه. نه، ولی در کل از این راضی ایم که حداقل یه فعالیت بدنی اضافه شده. بله، این وقتی که میاد اینجا میبرمش خونه کاملا بدنش عرق کرده. درسته، این خیلی نشانه خوبه، عرقش رو در میاره. بله، بعد اینکه تو قدش هم موثر بوده. بله، الان این دو سه ماهی که اومده اینجا واقعا این تحرکی که اینجا داره قدش هم برده بالا. درسته. این ورزش انگیزه شده، خب میدوه، یعنی تحرکش بیشتر شده. مثلا وقتی که میبریمش پارک دیگه اونجا دوست داره بدوه، میگه مثلا من سوار اسب میشم دوست دارم بدوم. تو فعالیت های خونه و اینا هم تاثیر مثبت داشته و فعالیتش تو این دو سه ماه هم اینجا زیاد شده، هم تو خونه فعالیتش زیاد. درسته. شده. بله، اینم از بخش باشگاه با اراده ها. آقای دکتر فرشی جمله خیلی زیبایی گفتن، گفتن که باشگاه با اراده ها زمانش طولانیه، یه جوری انگار من آقای فرشی پلی بک میشیم وسط اون برنامه، ولی به هر حال دیگه اینجوریه دیگه. امیدوارم همتون از تناسب اندام برخوردار باشید. آقای دکتر میفرمایید راجع به چاقی کودکان و نوجوانان. عرض به حضورتون داشتم میگفتم خیلی وقت‌ها ما مشکل رو بهش توجه نمی‌کنیم، فکر می‌کنیم که فرزندمون داره توپول میشه و خیلی خوشحال هم هستیم. واقعیت اینه که بهترین راهش، چون اون فرمولی که برای بزرگسالان هست برای کودکان و نوجوانان هم هست، ولی توی یک نموداری قرار می‌گیره، شاید ما به اون توجه نداشته باشیم. بهترین حالت اینه که ما توی بچه‌هامون یا تو کودکانمون به همراه همکلاس